Hello guys, this is me Nasrat Yusufi. Welcome to my channel and thanks for clicking on this video to watch. You know what I'm gonna do today? I'm going to make a pizza for you. But first of all, I'd like to explain a few things about pizza. I make pizza and I know everything about this. First time I ate pizza, it was like 11 or 12 years ago in Kabul City. Pizza contains nutritious ingredients. There are many health benefits if you choose the right ingredients on your pizza. If you choose extra meat or cheese on your pizza, then your pizza will not be as nutritious. Ordering a thin crust will help you reduce your empty calorie intake of this meal. Also, eating less crust will allow you to consume more healthy ingredients because you won't be high in carbohydrate. بله دوستان، پیتزا حاوی مواد مغذی است. با انتخاب مواد مناسب پیتزا، مزایای سلامتی زیاد خواهد داشت. اگر پنیر یا گوشت اضافی سفارش دهید، آنگاه پیتزای شما به اندازه مغذی نخواهد بود. سفارش پیوستن نازک و کاهش مقدار کالری خالی شما از این وعده غذایی کمک میکند. همچنین خوردن پیوسته کمتری به شما امکان می‌دهد مقدار بیشتری از مواد سالم‌تر را مصرف کنید، زیرا سرشار از کربوهیدرات نخواهد بود. دوستا، چون من خودم پیتزا می‌سازم، همه چی را در مورد پیتزا می‌دونم. اگر خودتون پیتزا می‌سازید، هر قدر که تاپینگ‌ها و عناصر پیتزا کوچکتر قطع شود، همون قدر پیتزا خوش‌طعم و خوشمزه می‌شود و هم قابل هضم می‌باشد. و خیلی پیزا شاپ ها هست که چیزی بیشتر میندازن، پیزاشون خیلی دبل است و اگر مشتری هم میبره بعد ناراضی برمیگرده، چون ما خود ما تجربه کردیم، با دوستا بودیم، تکوی ها رفتیم، چون پیزاهای که آردر دادیم بعضی هایش خیلی دبل و امون پیزاهایی که نازک آردر میکنیم بعد خیلی مزه خاص داره. پس به همین منظور هرچه که مثلا پیزا تاپینگ های کوچکتر داشته باشه، پیتزا هم خوشگل میاد و هم خوشمزه. ما امروز برای شما پیتزا میسازیم، ویدیوشان را البته ویدیو را ساختیم و یک فیلمیست به نام البته فیلمی که ساختیم به نام The Pizza Cutter، یعنی قطع کننده پیتزا. ویدیو را تماشا کنین و امیدوارم لذت ببرین. Okay guys, I already made the video and the video is ready. The video name is The Pizza Cutter. So follow me. I hope you enjoy this video and make yourself a nice pizza. Follow me.